اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده ببوری. آرش جان و جهان خود را تا آن سوی زمان پرواز داد و رفت. در بند خاطرم هر جا سیامک است، هر جا که آن رفیق قدیمی همراه ناوک است، معنای زندگی عشق است و یکدلی، شعر است و سرکشی، سربر کشیدن است بر ضد بندگی. یادش به خیر باد آن سالهای دور وقتی که پورزند بر صفحه جراید رنگی همراه کیمنواک ما کودکان نسل پس از کودتا، ما بچه های عاشق جانوین را با واژه های خود تا کوچه شهرهای هالیوود همراه و همسفر می شد. وقتی که دستهایش را بستند، وقتی که استخوانش را در پشت پنجره با ضربه های درد شکستند، وقتی که بازجوی ولایت در لحظه مقاومت او از شرم تاب نیاورد، ما نسل‌های سرکش فریاد می‌زد. ما را به لحظه های پر از رنگ، ما را به میهمانی زیبای خفته برد آن دم که باز آمد و با یک بغل غزل دنیای کودکانه ما را با دردهای نسلش بر صفحه های روشنفکر از مرز کودکی تا لحظه جوانی برد. انگار پورزند آینه‌دار هوشیاری بود. وقتی که دست و پایش را بستند، وقتی که قلب بانویش هم جان دخترانش را از درد و رنج‌های سیامک هر روز می‌شکستند، آرش جان را به بند کمان کرد آنچه را که آرش دیروز کرده بود. از بام شهر خسته در بند پرواز کرد و رفت. آزادی وطن را آواز کرد و رفت. علیرضا نوریزاده، چهارشنبه 26 ماه ژوئیه، 6 ماه بهمن. به شما سلام میکنم. عجیبه، کودک بودیم، 6 بهمن انقلاب شاه و مردم، یادم نمیره. بعد از ظهرش خونه شازده کیکاووسی بودیم، پسراش مسخره میکردن، بخیر شازده بودن، نوادهان فتحعلی شاه خاقان بزرگ که 17 شهر قفقاز رو داده بود، مسخره میکردن. ولی به هر حال اون انقلاب شاه و مردم برای توده مردم خیلی چیز داشت، خیلی چیز داشت. برای دهقانان، برای کارگران، سپاه دانش برای روستایی‌ها. و این که امروز من مهمان دارم نباید خودم زیاد حرف بزنم، ولی دلم نیومد براتون از اون روزها هم یه اشاره نکنم. بچه بودیم، ما متوجه نبودیم، حتی روشنفکران و بزرگانمون، فقط دکتر بختیار و دکتر صدیقی و تو جبهه ملی اینا بودن که میگفتن اصلاحات عالی، دیکتاتوری نه. ولی آقای حسیبی و شمار دیگری بودن نخیر، اینا اصلاحات نیست، این اصلاحات ارضی به ضرر مملکت. مثل خمینی هم همین رو میگفت، آزادی زنان مملکت رو فاحشه‌خانه خواهد کرد. خدا رو شکر اسلام ناب اومد، معنای فحشارم دیدیم که بغل حرم امام رضا فاحشه‌خانه درست. باری بگذاریم، چه بگویم مهمان عزیزم خب آشنا هستید باهاش، روزنامه نگار، آدم تحلیلگر، کسی که با احساسات زیاد حرف نمیزنه. خب گاهی اونم اسم احساساتی میشه، ولی حمید آصفی بیشتر منطقی حرف میزنه. درود برای آصفی عزیز. عرض سلام خدمت شما بینندگان محترم، آقای دکتر نوریزاده عزیز، خوشحالم که بار دیگه در خدمت شما و بینندگان محترم هستم. خب اولین سوال مطابق معمول ملت هم همین انتظار داره. حضرت عالی، ارزیابیتون از سفر پرزیدنت ابراهیم رئیسی به مسکو و این استقبال شایان توجهی که عزیزشون شد، آدام جویدن آقای پوتین و با پاشون بازی کردن و کل قضایا چه بود؟ بله، از قدیم آقای دکتر گفتن که عشق یکسره مایه دردسره. جمهوری اسلامی با این انزوای خودساخته 40 ساله شرایطی رو به وجود آورده که به هر حال ما به این وضعیت رسیدیم و به گونه‌ای در افکار عمومی مطرح میکنن که انگار چین و روسیه متحد استراتژیک ایران هستند که هم خودش دلخوش پیدا بکنه و هم این به هر حال فرقه ولایی که دورش هستن دلخوش باشه، در حالی که شما تاکنون هیچ وقت از طرف چین و روسیه ایران رو به عنوان یک متحد استراتژیک تلقی نکردن و اعلام نکردن. جمهوری اسلامی در پارادایم جنگ سرد فکر میکنه که اینها رقابت‌های بین چین و امریکا و اروپا یک رقابت‌های خیلی جدی و از جنس به اصطلاح آنتاگونیستیه، در حالی که اینگونه نیست، بلکه اینها شرکای قدرتمند اقتصادی هستند و نوع منازعه و درگیریشون هم بیشتر درگیری‌های تجاری از جنس به هر حال توی اقتصاد سیاسی بین‌المللی یک به هر حال کشاکش‌ها و تنابکشی‌های خاصی دارن، ولی هیچ وقت به سمت تحریم و همه جانبه و نابودی اقتصادهای هم دیگه نخواهند رفت. جمهوری اسلامی با این مشی که در پیش گرفته خودش رو و کشور رو و منافع ملی رو به کارت بازی روس‌ها و حتی چین هم تبدیل کرد و اینقدر در یک شرایط وخیم و در یک شرایط بسیار ذلتباری کشور رو قرار داده. طبیعی است که حتی ابتدایی ترین پروتکل‌های تشریفاتی رو رعایت نکنند و همین فیلمی که شما پخش کردید آقای خاتمی رو می‌بینید که چگونه ازش استقبال میشه و آقای رئیسی که من یاد زمانی میافتم که یه بار آقای مسبار یزدی رفته بود روی کاخ سفید با لباس شخصی و اون گنبد دیده بود، اومده بود تعریف میکرد، میگفت که من عظمت جهان اسلام رو در برابر کاخ سفید دیدم، در کاخ سفید دیدم. ایشون هم حالا با خوندن این نماز فکر میکنه که مثلا در کاخ کرملین یک زمانی مرکز الحاد و کمونیسم بوده، الان اونجا تونسته تحت تاثیر اون پیامی که آقای خمینی داده بود و 3 سال بعد اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید، فکر میکنه که مثلا یک فتوحی و یک تزریق روحیه‌ای به هواداران خودش انجام بده. ولی واقعیت اینه که این مسئله مورد طعن، مورد نقد، مورد به هر حال تهاجم وسیعی که در فضای مجازی تو ایران به وجود اومده بود و سرفکندگی که برای مردم ایجاد کرده بود و جامعه ایجاد کرده بود مواجه شد و این بحثایی هم که میکنن توافقنامه 10 میلیاردی 20 میلیاردی نمیدونم قراردادها، بارها این بحث بوده ولی هیچی در عمل اجرا نشده. روسیه حتی 400 هم نخواهد داد، سوخای 35 رو به اینا نخواهد داد. به هر حال بس روابط استراتژیکش با اسرائیل، روابط استراتژیکی که با عربستان داره، وارد یک همچین معاملات بزرگ نخواهد شد. جدا از اینکه خب ایران هم در تحریمه. بر تقدیر این مسئله یک میشه گفت حقارت بزرگ ملی بود که به جان مردم انداخت، به ایرانی‌ها احساس حقارت کردن. ولی در عین حال خب از این لبه موج به خود حکومت برگشت که چه وضعی که شما اینقدر در یک شرایط خفت‌باری خودتون قرار دادید که به این شکل باید از یک رئیس جمهور استقبال بشه. این مسئله یه نکته رو فقط بهت بگم، مواضع من نسبت به رژیم جمهوری اسلامی مشخصه. بنده 42 سال دارم با این رژیم مبارزه میکنم، خیلی روشن. ولی به عنوان یک ایرانی واقعا خجالت کشید، یعنی جلوی فرزندانم خجالت کشیدم. بالاخره این مرد اسمش از رئیس جمهوری ایران، حالا هر چی باشه، رئیس جمهوری اسلامی ایران، اونجور حقارت‌آمیز، انگار یه آدم نمیدونم مکانیک اومده تو فرودگاه مسکو تو ماشین بچپونن از در پشتی بدون هیچ تشریفاتی، یعنی واقعا خجالت آور بود. و این نشون میده. و شما فکر کنید در برابر ایشون آقای پوتین نشسته آدام اسمیت جوه و دائم پاهاشو میرقصونه، تکون میده. اصلا من میگم شاید یه گوشی هم تو گوشش بود، موزیک گوش میداد. اصلا مدل نشستن، چرا باید از هم انقدر دور بشینن؟ چرا آقای نفتالی به این میتونه که بنیت میتونه بغل ایشون بشینه، آقای بشار اسد میتونه دست در گردن ایشون بندازه؟ خیلی متاسف شدم، ببخشید. بله، عرض کردم خدمتون که عشق یک سر مایه در دستر دیگه، برای خودشون فکر میکنن متحد تراشیدن، در حالی که الان این همین نیروگاه بوشهر نزدیک 20 و چند سال روس‌ها آمدن 10-12 میلیارد 13 میلیارد هم پول گرفتن، هنوز این نیروگاه رو تموم نکردن. این نیروگاه فقط 20% برق داره، بله. در حالی که با این مقدار پول روی همین قیمت‌های جهانی 4 نیروگاه خود آژانس میتونست برای ایران بسازه. اگر از مسئله غنیسازی ایران میخواست دست بکشه و فقط دنبال واقعا برق هسته‌ای باشه، ایرانی شهامت رو نداره آقای دکتر. مسئله در برجام احیای برجام نیست، مشکل در تهرانه. مشکل اینه که جمهوری اسلامی این پشتوانه ملی رو نداره، مثل افریقای جنوبی، مثل آلمان، مثل ژاپن بگه آقا ما برق هسته‌ای نمیخوایم و کلا این مسئله رو ما میذاریم کنار. و کمان این کشورها دارن میذارن، گذاشتن کنار و خیلی از نیروهاشون هم دارن میبندن و اساساً کل موضوعیت مذاکرات برجام رو منتفی میکرد. اگر واقعا یک سیاست راهبردی ملی اینها میداشتن، منتها اینها واقعیت اینه که هم شک جدی آژانس هست، هم شک جدی جامعه جهانی هست و هم شفاف سازی برای مردم نشده تو این قضیه. آقای آصفی یه نکته رو بهت بگم، کشور فقیری مثل مغرب که تمام فقط از توریست و حالا یه صادرات نمیدونم ذرت و خرما داره و غیره، یا اردن، باور کنید شما تو این جاده ها میرید این نیروگاه خورشیدی دکلاش رو میبینید و چقدر برق تولید میکنه. ایران 260 روز خورشید داره در بعضی از مناطق و کویر ما بزرگترین نیروگاه برق رو میتونه به ما بده. چرا ما بریم دنبال اتمی؟ چون اینا تو پشت دستشون چیزی رو قایم کردن، دنبال سلاح هستی. توی قزاقستان وزیر خارجهشون به من گفت آقای رفیق دوست اومد اینجا با تیاره، 500 میلیون دلار هم پول آورده بودن که از ما بمب بخرن. بهشون گفتیم آقا بمب نمیشه فروخت، ما بمبامون رو داریم تحویل آمریکا میدیم 1 میلیارد میگیریم، حالا بریم به شما بدیم 500 میلیون خودمونم بدنام عالم بکنیم. آخر زمینه دنبال چیز دیگر. آصفی عزیزم، از خانم نرگس محمدی بگویم هفته ما نگران شدیم دوباره نوریزاد برگشت زندان، ایشون حکم سنگین براش بردن، چی شد قصه؟ والا ما هر روز صبح که بیدار میشیم تن و بدنمون باید بلرزه و قصه این زندانیان سیاسی قصه چشم آب شده. واقعا نرگس محمدی رو اول تهمات جاسوسی میزنن، بعد 60 روز انفرادیه و بعد در یک دادگاه 5 دقیقه‌ای 8 سال دیگه بهش 8 سال و نیم بهش حکم میدن. خانم عالیه مطلب‌زاده رو تبعید میکنن، آقای کیوان سمیمی عزیز رو که 73 سال این زندانی سیاسی ناجمان مردانه با حقوق به کرج میبرن، ولی خبرها هست که ظاهرا عدول کردن و اوین برش گردوندن و به یک زندانی داروی اشتباهی میدن و تقریبا در حالت کما دارن قرارش میدن و گویی که اراده ای وجود دارد که برخی از زندانیان رو به سوی مرگ هدایت بکنند. آپتین مگه نبود عزیز؟ آپتین رو دیدیم دیگه. همون بلایی که آپتین عزیز زد ظاهرا قصد جمهوری اسلامی این است که برخی از زندان‌ها را به این سمت هدایت بکنه و این مسئله مسئله‌ایه که میشه گفت این نگرانی‌ها الان تو جامعه سیاسی ایران، جامعه مدنی وجود داره. حالا آقای نوریزاد به هر حال با سلامتی رفت و امیدواریم که با سلامتی هم برگرده. اما در این حال اگر حالا دخترمون آتانا دالمی آزاد شد، ممکنه آقای کیوان سمیمی همراه هم آزاد بکنن به دلیل اینکه پزشک قانونی نوشته تحمل کیفر نداره. اما مطمئن باشید آقای نوریزاده، جمهوری اسلامی همیشه باید گروگانی از نهادهای مدنی و چهره‌های سیاسی مبارز در زندان داشته باشه. یعنی این پیش درآمد این خواهد بود برخی از آزادی‌ها که یه عده دیگه رو بگیرن بذارن جای اونها زندان. این رو من تردید ندارم. حضور درس کنم و واقعا متاسف شدم برای اینکه دیدم خیلی دردناک بود. واقعا نرگس چقدر باید زجر بکشه؟ تا کی باید دوچار این مصائب باشه؟ یه حقوقدانی که در عمرش جز خدمت به وطنش، جز خدمت به هموطنش کار دیگه نکرده و اون وقت رژیم اتهام جاسوسی میزنه. چرا؟ چون یه فعال حقوق بشر در عربستان سعودی با ایشون با همدیگه اینا رو به نامزدی جایزه صلح نوبل معرفی کردن. خیلی جالبه ها. یعنی اون خانم هم در عربستان سعودی از قربون صدقه برای رژیم نیست و حالا این دوتا رو میگن، به ایشون میگن که جاسوس عربستان سعودی. واقعا خجالت آوره نوع اتهامایی که اینا به اندیشمندان، به مبارزان، حقوقدانان، شاعران، نویسندگان میزنن. واقعا لایق سر خودشونه، لایق عمامه خودشونه. آدم خجالت میکشه که خدایا چطور یه سازمان، یه تشکیلات، یه دولتی میتونه اینجوری با مردم برخورد بکنه. و متاسفانه کارنامه سیاهشون هم روز به روز سیاه‌تر میشه. یعنی انسان انتظار داره، ولی امیدوارم با محاکمه افرادی مثل آقای نوری در سوئد و نمونه های دیگری که انشالله به زودی شاهدش خواهیم بود، این اتفاق بیفته و ما شاهد ذلت بیشتر نظام در سطح بین‌المللی باشیم. خب آقا، اوضاع اقتصادی رو برامون بگو. اوضاع به کجا داره میرسه؟ خب در همین دوره آقای رئیسی 62% اقلام غذایی، البته آمار مال یک ماه پیش، جدیدن بیرون ندادن، این تورم خوردش بالا رفت قیمت ها و همین تصفیب این بودجه و اینکه در کلیات این بودجه ارز 4200 رو میخوان هم حذف بکنن. قبل از اینکه این مسئله صورت بگیره، ما یه اصطلاحی در علم اقتصاد هم داریم به اسم تورم انتظاری. وقتی یک همچین چیزی میشه، شما میبینید تولید کننده، فروشنده باید نمیدونه که در بعد از این حسب این ارز ترجیحی با چه قیمتی باید مواد واسطه‌ای و نهادهای تولیدی شد. در نتیجه یا احتکار میکنه و یا قیمت رو اونچنان مجبور بالا ببره که میداند که اون موج تورم انتظاری که در انتظارش هست و سراغش خواهد آمد، به یک نوعی این سرمایه در گردش خودش رو از دست نده. و میبینیم که در همین شرایط، همینجور که از کردم 62% مواد غذایی بالا رفت، نزدیک شاید 4 تا 6 برابر داروها گرانتر شدن. یعنی باز هم همین مشکل برای تولید کنندگان دارو در ایران بوده که واقعا آیا این ارز ترجیحی که گفتن به دارو رو حتما میدهن، آیا واقعا عمل میکنن یا نمیکنن؟ و همین مسئله به هر حال باز سبب کمبود دارو و از برخی حتی داروهای خارجی داروهای ایرانی بالاتر رفت و این یک پدیده عجیبی بود برای ما که همین داروهای مشابه خارجیش که در ایران هم مثلا تولید میکنه یه دفعه گرانتر هم شدن. بر تغییر وضعیت بسیار بغرنجیه در بودجه آمده که 10% تا 15% به حقوق کارکنان دولت میخواد اضافه بکنه، ولی در خود همین بودجه میگه پیش بینی ما اینه که 43% تورم، یعنی یه 10% اضافه حقوق، 35%، 33%، 4% تورم تو دست کارمند میخواد بذاره. به هر حال تمام آژیرهای قرمز اقتصاد ایران به صدا در اومده و این مسئله هست که میبینید که موج اعتراضات و موج که حتی به یک نوعی به امنیتی ترین یا نزدیک ترین نهادهای مثل قوه قضاییه رسیده که برخی از مزداد و بسیاری از بدنه کارکنان قضاییه اومدن تو خیابون و این اصلا بی سابقه است. به هر حال قوه قضاییه یا قوه‌ای بوده که با کنترل‌های شدید استخدام می‌کردن، ولی وقتی کارت به استخون میرسه راهی به جز خیابان پیدا نمی‌کنه. بله. این است که وضعیت اقتصادی در یک نمای کلی وضعیت بسیار بسیار بغرنج و هیچ آینده‌ای که اونوید بخش باشه که این مسئله به هر حال در یک جای خاتمه پیدا بکنه و کشور رو ریل بیفته فعلا در چشم اندازم نیست. حتی اگر احیای برجام هم رخ بده تخفیف‌های خیلی جزئی صورت میگیره، شیب تورمیه مقدار کمتر میشه، ولی اینم باز دو ماه تا سه ماه مجددا به اصطلاح اون فنر تورم و گرانی یک بار دیگه از جای دیگه رها میشه و اکثریتی از جامعه دیگه ای رو که الان در زیر خط فقر هستن اقشاری دیگه ای رو هم به زیر خط فقر میکشن. آصفی عزیز، ضمن که درنگ کوتاهی باید بکنیم، 11 میلیون نفر از اکسپو دبی دیدن کردن. خیلی برای آدم تلخه. دبی که در آغاز انقلاب اسلامی it was nothing. من وقتی رفتم یه خونه حاکم بود، یه چند تا هتل و یه خیابون و 11 میلیون نفر از اکسپو دبی دیدار میکنن. خیلی هاشون هم ایرانی هن. و جمهوری ولایت فقیه در مقابل برای ما فقر میزاید و فقر میپراکند. درنگ کوتاهی میکنیم و برمیگردیم گفتگومون رو با جناب حمید آصفی ادامه خواهیم. با ما باشید. ترانه سراب و ماندانا خزرایی مثل همین آهنگاش خیلی زیبا بود. خب حمید خان آصفی عزیزم، یه موضوعی بود که میخواستم ازت بپرسم همیشه. این مسئله ما وقتی صبح کامپیوتر رو باز میکنیم چپ و راست روزنامه میبینیم و این روزنامه ها من میدونم تیراژ ندارن و اغلب مطالبشون با هم یکیه. این روزنامه باز کردن چه دکونی شد؟ آخه زمان ما بالاخره یه مسعودی بود، مصباح‌زاده‌ای بود، همایونی بود، یه حتی روزنامه نگارانی که روزنامه‌های کوچولو هم داشتن، جوانمردان شاهدی بود، نمیدونم کوشش و غیره و غیره. داستان چیه این روزنامه ها؟ آخه دیگه الان دکتر بهزادی نداریم، روشنفکر نداریم، صفیپور نداریم، جهانبانوی نداریم. اینا کیان قربونت برم؟ به عنوان یه روزنامه‌نگار میخواد زبان خودت بشنوم. آقای دکتر، بنده دیگه باور بفرمایید کمتر مطلب تو روزنامه ها میدم مگر خودشون مصاحبه بکنن. در این حال که دبیر سرویس و مشاور سیاسی خبرگزاری مفتیان که در کردستان مستقر هم هستم، ولی باور کنید که دیگه اصلا این رشته با این کیفیت و کفایتی که در این سطح از روزنامه ها آدم میبینه اساسا دلش نمیگیره که دیگه بخواد خودش رو حتی روزنامه نگار معرفی بکنه. یعنی جذابیت دیگه نداره. جان؟ جذابیتی دیگه نداره برای شما. بله، ببینید اولا یک خودسانسوری شدید که خودشون دارن و یک میشه گفت به اصطلاح رفتارهای ماکیاولیستی که مدیر مسئولانشون که خدمت آقای رئیسی میرن و کلی از ایشون تجلیل میکنن و عهد و پیمان میبندن باشون و هیچ بحث جدی که راهگشا باشه و جذابیتی داشته باشه برای مردم ما در این روزنامه ها نمیبینیم. تیراژها به شدت پایین اومده. ببینید وقتی که نزدیک 50 میلیون تو تلگرام هستن، نزدیک 40 میلیون در اینستاگرام هستن و در سایت‌ها، ماهواره‌ها منابع خبری و تحلیلی رو از جای دیگه معلوم دارن میگیرن، اینها تیراژشون به شدت کاهش پیدا کرد. اما خب یک سری به هر حال من به قش روزنامه‌نگاران شریف که اکثریت هم هستن و تحصیل کرده این حوزه هستن و با بدبختی دارن زندگی میکنن، مدیر مسئولی که به روزنامه‌نگارش میگه که به شرط سود من به تو حقوق تو میدم، یا اگر سود کردیم به اون میزان ما تناسب میبندیم به تو حقوق میدم، این که دیگه روزنامه‌نگاری نمیشه، میشه تومنی نگاری. و این روزنامه‌نگارا خب خیلی روی عشق هنوز خودشون روزنامه‌نگار میدونن، متعهد هستن، اما واقعیت اینه که امرار معاششون رو دیگه از این راه نمیتونن تامین بکنن و دارن کوچ میکنن. کوچ میکنن، حالا وبلاگ میزنن، سایت میزنن، تلگرام میزنن، کانال میزنن. اینایی هم که باقی موندن به هر حال این مدیر مسئولها و حالا سهمیه کاغذ هست میگیرن، تیراژ ممکنه 1000 تا نباشه یا حتی 200 تا نباشه، 100 تا ممکنه باشه، 10 تاش بده به وزارت بهداشت جاهای دیگه که بگه برای ما داریم چاپ میکنیم. ولی واقعیت اینه که وقتی میرید سر کیوسک روزنامه فروشا، یعنی شما اصلا خیلی روزنامه‌هایی که توی فضای مجازی میبینید در فضای عینی روی دکه روزنامه فروشی نمیبینید. و این گویای اینه که تیراژ یا وجود نداره یا به شدت کاهش پیدا کرده و فقط به هر حال چون کاغذ الان گرون شده میتونه این قضیه باشه. به اضافه این که به هر حال در موسم انتخاباتی که در نظام برقرار میشه و این طیف اکثر این روزنامه‌نگاران دیگه پذیرفتن که با اصولگراها کار بکنن، شاید اینها میگن با پروپاگاندا سازی و با گفتمان سازی بتونن در این موسم یک به هر حال رانت‌هایی رو بگیرن. بر تقدیر میخوام بگم که عصر دوره روزنامه‌های کاغذی میشه گفت در ایران مثل خیلی جای دیگه به سر آمده و الان روزنامه‌نگاری یک تعریف دیگری باید ازش کرد. بله، متاسفانه من گاهی اوقات میبینم بعضی از همکارانمون آدم‌های با شرفی هم بودن ولی روی نیاز و روی احتیاج کارایی میکنن یا مطالب می‌نویسن. یکی از شهدای این ماجرا که به اعتقاد من خودش رو تباه کرد آقای قوچانی، حالا نمیدونم شما حرفی میخواید بزنید یا نزنید، اون مسئولیت خودتون دارید، ولی آقای قوچانی استعداد درخشانی بود. من همیشه نگاه میکردم بهش، به هر حال یاد اون شور و شر جوانی خودم میافتادم و همیشه فکر میکردم این آدم میتونه یک روزنامه‌نگار بزرگ بشه. ولی چه آسان با یه زندان کوچولو و با یک تحمل یه ذره مصائب ایشون نه برگشت، بدجوری هم برگشت و مطمئنم پدر همسر او که آدم بسیار شریفی است از این ماجرا متاسف است. دوست من یه سوال دیگه ازت داشتم، این به پروپا پیچیدن آقای روحانیه، چه نقشی برای روحانی دارن؟ برادرش رو دوباره دراز کردن و همه این داره که قبلا میدونستن و اگه قرار رسیدگی به فساد بشه چطور در مورد پتروشیمی اینقدر کوتاه میان؟ 7 میلیارد 6,5 میلیارد رو خانوم و آقاشون و آقای سابقشون بردن و بعد به جاش ارز دولتی پس دادن، قیمت ارز دولتی یعنی دلار 4500 تومن 7 میلیارد یورو، رقم کوچیک نیست. داستان چیه؟ یعنی میفرمایید همین در وزارت نفت یک فساد بزرگی کشف شده که تو شبکه‌های مجازی هستن، برخی‌ها تایید میکنن، برخی‌ها تکذیب میکنن از مسئولین، برخی‌ها میگن داریم پیگیری میکنیم. یعنی اولین اختلاس بزرگ در این دولت ضد فساد و سید محرومان شک گرفته. این برخوردی که آقای روحانی میکنن، خب ما با یک مسئله قبلا هم بکنم اینجا صحبت داشتیم که به هر حال در مرحله سوم یک نظامی که به سمت توتالیتاریسم خودش و هویت واقعی و طبع طبیعی خودش باید بگذره، تمام کفایت‌های خودش رو باید از دست بده. نیروهای با کیفیتی که لزوما نمیگم برای مردمی مترقی هستند، ولی شما ظریف رو ببین، امیرعبداللهیان رو ببین، بله، آقای دگربندی رو ببین، دکتر نیلی رو ببین، مثلا آقای رضایی رو ببین، که شما الان قوی‌ترین متخصصین در حوزه اقتصاد، در حوزه دیپلماسی رو بذاری روبروی آقای رئیسی، نمیفهمه که اصلا این کارشناسا چی میگن. این مسئله برمیگرده که آقای روحانی به هر حال در یک دوره‌ای به هر حال برجامی رو به سرانجام رسوند و آیین رو از اون تله انداخت بیرون. یه مقدارم به هر حال خیرش یا نعمتش در حد کاهش تورم به جامعه هم رسید. حالا یک دعوتی ازش کرده بودن، رفته بوده پیش آقای خامنه‌ای، حالا گفتن بحث گلایه بوده، بحث ولی مسائل چیز دیگه‌ای بوده، به خاطر اینکه بگن که ما دیگر نسبت به اون دوره، چه دوره اصلاح طلبی و چه در دوره آقای روحانی که خب میشه گفت نیروی مثلا اصولگرای معتدل بود، از این دوره دیگه بخوان پاکسازی بکنن و این ملاقاتی که با آقای خامنه‌ای گذاشت به یک نوعی باید حالا خرابش بکنن مجددا و بگن که نه، همچین چیزی نبوده، نه به مشورت ایشون نیاز بوده، نه به راهنمودهای ایشون نیاز بوده و اینی که برادرش باید بره الان زندان پاسخ اون به اصطلاح دزدی‌هاشو بده و اینکه ممکنه بازم برخوردهای تندتری با این قضیه بکنن. یعنی به نوعی که وقتی خود آقای خامنه‌ای پیشنهاد میده به آقای لاریجانی که بیا برو کاندید شو، ولی بعد شورای نگهبان رد میکنه، باز آقای خامنه‌ای میگه جلسه بگیرید، تحت تأثیر فضای مجازی نباشید، مجددا شورای نگهبان رد میکنه. این نشون دهنده همین مسئله است که اون کفایت‌های لازم بر اساس تعریفی که تو جمهوری اسلامی من عرض میکنم، اون نیروهای با کیفیت و اون کفایت‌هایی که باید اینها داشتن، اینها رو کلا دارن میذارن کنار و بی‌کیفیت‌ترین و بی‌کفایت‌ترین نیروها باید در رأس امور باشن. هیچ برنامه‌ای هم ندارن، با مسائل جهان، با مسائل اقتصادی، با اصلا شما قوی‌ترین اقتصاددان‌ها، قوی‌ترین دیپلمات‌های جهان رو بذارید روبروشون، به اینها بخوان مشاوره بدن، حتی نمی‌فهمن چی میگن. یعنی درک مفهومی بینشون نیست. آقای آصفی، از یه چیزی برات بگم. ناصرالدین شاه که خب سلطان مستبد 50 سالم حکومت کرد، این وقتی از سفر اروپا برگشت و دید قرارداد رویتر سر و صدا کرده، علما اینور اونور، سپهسالار که عاملش بود برکنار کرد. ولی نکته جالب اینه، برای حل این مشکل سپهسالار رو دوباره به شورای حکومتی برگردون و به دست او مشکل رویتر رو حل کرد، چون سپهسالار زبان بلد بود، با دیپلمات‌ها آشنا بود، یک عده گروهی با خودش داشت. یعنی یک آدم مغضوب رو برگردون، اختیارات بهش داد تا مشکل مملکتی رو حل کنه. اگر آقای خامنه‌ای ذره‌ای اون درایت رهبری رو داشت، جریان برجام رو که آقای عراقچی و آقای ظریف به پایان رسوندن، برجام دوم، همونجا امضا می‌کردن و نمی‌ذاشتن 6 ماه دیگه مردم زجر بکشن که تازه دستیابی پیدا کنن با یه چیزی که از اون پایین‌تره. مطمئن باشید دست گلی که اینا برگردونن از وین، به مراتب بوی کمتر، خار و خاشاک بیشتر خواهد داشت. یعنی آقای عراقچی توی وین اعلام که آقا ما قرارداد دستمونه، ما فقط یه امضا احتیاج داریم. یعنی همه چیز توافق شده بود. من نمیدونم چرا باید ملت ما بیشتر زجر بکشه، بیشتر رنج بکشه که آقای باقری بیاد بره مشکلش رو حل کنه. اون مدل هم که شما دیدید، وقتی اینا هم ماشین پیاده میشن، خدا شاهد، آدم خجالت میکشه. این راقد درقم، خبرنگار العربیه الحدثی، گزارش که از اونجا میکنه آدم خجالت میکشه. اینا از این ماشینا طوری پیاده میشن، ترسو بوتو میتونن، ماسکاشونو ور میدن، اصلا یه حالت عجیب غریب. بعدم عیالات هم همه آوردن بالا نشوندن که آقایون مرد نباید بی زن باشه از 3 روز بیشتر، چون ممکنه به فساد آلوده بشه. البته شماها ممکنه به فساد آلوده بشید که همیشه هم هستید. جانم. یک مثال تاریخی شما داشتید میزدید، یاد مرحوم دهخدا افتادم که نامه میده به آدام اسمیت، میگه آدام اسمیت ما اینجا پادشاهی داریم. آقا گفتن اون پادشاه وقت قاجار، گفتن خزانه خالیه، گفتن برید گورخانه اسلحه ها رو بین مردم بفروشید. اسلحه ها رو فروختن، پولا رو گرفت، گفت حالا برید اسلحه ها رو بگیرید و جریمهشون کنید. که شما چرا اسلحه درمان میدید؟ و خزانه رو پر کردن. آقایون اومدن یک تورم انداختن تو این کشور. خونه من اگه شده چند میلیارد، ماشین من اگه شده 500-600 میلیون، مگه گناهش منم؟ توی همه جای جهان خسارت میگیرن. تو اقتصادهای توسعه یافته خسارت از دولت میگیرن که برای چی تورم انداختی؟ میگه خونت رفته بالا، تورمی که خودشون ساختن، مالیات بده، ماشین رفته بالا، الان باید مالیات بدی. 62% در این رشد مالیاته. وضعیت این کشور اینجوریه دیگه. مدل همون پادشاهیه که اسلحه ها رو میفروخت و بعد دوباره میگرفت و از هر نه این مالیاتی که تو میگی، یعنی آدام اسمیت هم اینو به طعنه میگه دیگه. آقای دهخدا میگه آدام اسمیت باید یاد بگیره علم اقتصاد. واقعا همینجوری. برای اینکه شما فکر کن، این خیلی جالبه برای من، گردن کلفتا هیچ کدوم مالیات نمیدن، هیچ کدومشون. پرونده های مالیاتی رو ماسمالی میشه میره پی کارش. زمان همون ناصرالدین شاه شاه شهید هم از این کارا میشد. کامران میرزا بعد مالیات میداد، نمیداد چون پسر شاه بود. الان هم همینطوره. کدوم این گندا مالیات میدن؟ همین خانم شیخ الاسلامی پول مملکت ورشته رفته تو امریکا، همین شوهر پشت شوهر و خونه پشت خونه. نتیجهش چیه؟ برای مملکت چه کار شده؟ چه اتفاق؟ هنوزم داره برای سپاه اسلحه میخره و تجهیزات میخره و پولشو میذاره جیبش. من بسیار متاسفم که کشور ما به این روز تبدیل شده. سرزمینی که تمام امکاناتو برای اینکه کشور بزرگ. یه مثال دیگه برات بزنم. وقتی آقای سیسی اومد در مصر روی کار، یادته که چه تبلیغات منفی علیهش بود در مطبوعات آمریکا، اروپا، ایران، خاورمیانه غیره. در عرض چند سال تورم در مصر به شدت پایین آورده. روزی یک پروژه افتتاح میکنه، مصر بی پول، پروژه‌ای که ایجاد کار میکنه، اشتغال میکنه. قاهره اصلا زیر و رو شده. یعنی آدمش داره کار میکنه برای مملکتش. اینا کاملا مشهوده. یا پادشاه اردن با اون بی پولی، با اون امکانات محدود، چقدر داره برای مملکتش کار میکنه. و ولی در مقابل مثلا یه لبنانی که اونقدر جلو بود، از برکت سر اینا به جای میرسه که سعد حریری دیروز اعلام کرد که فعالیت سیاسیشو به حال تعلیق در میاره، چون با اشغال لبنان توسط ایران هیچ کاری نمیتونه بود. خیلی اسباب تأسف. ببخشید میگفتید شما. ببینید آقای دکتر، الان یک 4.5 تریلیون میلیارد تومان سپرده در بانک های ایرانه که متعلق به 200-300 نفره. صحبتی از مقام رهبری میکردن، میگفتن که از یک جای عبور کرده، گفت آقا این بانک ها این همه زیادی، بانک ها اینا دست کیه؟ چرا کسی جلو این رو نمیگیره؟ بعد این مقدار به این 300 نفر که 0.5% جامعه ایران هم نیستن، عموما اولیگارشی، روحانیت، نظامی‌ها و امنیتی‌ها هستن و طبق قانون مالیات اینها باید مالیات بدن روی سودشون، ولی تا حالا اجرا نکردن. گفتن بخاطر اینکه فرار سپرده نشه، در حالی که خود همین بانک ها عامل تورم و عامل سفت بازی و عامل سوداگری بودن. یک سیاست کاملا مرکانتیلیستی در اقتصاد ایران داشتن. خب این مالیاتی از این نمیگه، ولی از اینجا 62% مالیات رفته بالا. قراره از کارمند بدبخت بگیرن، از کارگر بگیرن، از طبقات فرودست بگیرن و حالا مشاغل پیشه‌وری و غیره و ذالک. من نمیدونم اینا ریگی رو میگن از تو هوا میارن پایین و میگیرن. این 200 نفری که الان این نقدینگی اصلی کشور دست اینها، شما چی میدونید اینا رو بگیرن؟ و اگر این مالیات رو بگیرن 3 برابر همین میزان بودجه سالانه آقای دولت آقای رئیسی پول میتونه بگیره، ولی این کار رو جرأت نمیکنه به انجام بده. آقای حمیدخان عزیز، آقای آصفی، یه نکته به نظر من خیلی قابل تحمل بود که ناگهان اینا اعلام کردن که بله ما آماده گفتگو با آمریکا هم هست. و از اون ور آمریکایی هم اینو گفت. خب 43 سال چرا گفتگو نکردین که الان در فلاکت و مذلت مجبور بشی بری گفتگو؟ واقعا چجوری توجیه میکنن اینو؟ شما ببینید صحبت های متناقض، یک بار ما مذاکره میکنیم نه سازش نه جنگ میکنیم، ما اصلا برجام خسران تمام بوده، ما مگه میشود با دولت و حکومتی که برجام رو زیر پا باشه بریم؟ مگه عقل سلیم حکم میکنه؟ ما هیچ مذاکره ای نداریم. توی این هتل‌ها رفتن از طریق روسیه و از طریق چین و خود اینا هم بهشون بدبین شده بودن، خود حکومتی‌های ایران دیگه این اواخر، که نکنه روسیه دارن با کارت ایران بازی میکنن که میکنن. در نتیجه به این نتیجه رسیدن اول مکاتبات اداری بینشون حکم فرما بشه. بعد آقای امیرعبداللهیان گفتن با توجه به صحبتی که مقام رهبری نظاما گفت که بله در یک وقتی میشود مذاکره کرد، تعامل با دشمن کرد. خب شما باید کردید، شما که در دوره آقای ظریف که مذاکره با وزیر خارجه و اون راهپیمایی‌هاشون توی پارک ها، تو هتل، شام، غیره زاره که تابور شکندید، این دیگه بابت چی بود؟ این چه کاری بود؟ این چه واضعه تأخیری بود که به جون مردم انداختید؟ و الان به این نتیجه رسیدن تا با خود امریکایی واقعا کنار نیاد. حرفی که آقای ماو زده بود چرا 50 و تمام یکی دو سال پیش گفته بود، من به این نتیجه رسیدم که در 200 ساله اخیر هیچ کشوری به توسعه دست پیدا نکرده الا اینکه باید معضلاتش رو با امریکا حل بکنه. و برای همینه که حزب کمونیست اونجا 40 سال میگه در هیچ منازعه بین‌المللی شرکت نمی‌کنیم، در صلح کامل و تعامل کامل با اقتصاد جهان هستیم. آقای ترامپ هم که روی کار میاد میگه ما مصوب کردیم حزب کمونیست که 40 سال دیگه با شما در تعامل دوستی صلح باشیم. خب اون الان ضد امریکایی تره که تونست 12-14 هزار شرکت امریکایی رو، یا مایی که اینجا نیروی فکری ما، نیروی تحصیل کرده ما، میلیون ها نفر ایستادن دارن تو خط که برمن و ما سرمایه‌ها، نیروهای نوساز ایران رو داریم از دست میدیم. این سیاست به نظر من یک سیاست ویرانگر، ضد ملی و ویرانگری بوده که متاسفانه هنوز تداوم داره. ممنونم ازت حمید آصفی عزیزم، بسیار بهره بردیم مثل همیشه. درود میفرستم بهت. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. علیرضا نوریزاده به اتفاق حمید آصفی عزیز، پادیدار بعدی در پناه پروردگار.